دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان با احمد یانوی رهبر گروه سپاه صحابه در اسلام آباد پاکستان بحث برانگیز شده است. خبرگزاری شیعت نیوز پاکستان پس از این دیدار در مطلبی نوشته که حمایت دولتی از رهبر گروه وهابی سپاه صحابه که هزاران مسلمان شیعه و صدها پرسنل امنیتی را به قتل رسانده همچنان ادامه دارد. این خبرگزاری در تیتر درشتی نوشته رهبر سپاه صحابه قاتل معلمان پاراچنار در اسلام آباد با وزیر امور خارجه طالبان تحت حمایت دولت پاکستان دیدار کرد. شیاد نیوز در ادامه گفته در حالی که کفنهای شهدای پاراچنار خشک نشده، سرکرده سپاه صحابه در دیدار با وزیر امور خارجه طالبان نشسته بود و این یعنی بین آنها توانی وجود دارد. این خبرگزاری به نقل از منابع موثق گفته که سپاه سوابه در فاجعه کشتار معلمان شیعه در پاراچنار دست داشته است سپاه سوابه که بزرگترین گروه ضد شیعیان در پاکستان به شمار میرود، از زمان تأسیس آن در سال 1985 تا کنون صدها حمله تروریستی علیه شیعیان در این کشور انجام داده است ناظران با نگرانی میگویند اکنون که طالبان دوباره در همسایگی و تحت حمایت پاکستان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند نگرانی‌ها از وضع محدودیت و حذف فیزیکی شیعیان در این دو کشور نیز بیشتر شده است به گفته آنان دیدار اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با رهبر سپاه صحابه نشان داد که میان این دو گروه پیوند گسست ناپذیر وجود دارد